از بغل خوابگاه دارم میگم. اوه اوه اعتراض‌ها در چند شهر ایران به پنهانکاری حکومت در مورد سرنگون کردن هواپیمای مسافری، شعارهای تند معترضان علیه رهبر و سپاه پاسداران. از میهمانان برنامه می‌پرسیم چرا شعارها برای برکناری رهبر بالا گرفته. همچنین در برنامه امشب، و اگر ما خود مبدع شکلگیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمیتوانست متوجه شود. روایت فرمانده کل سپاه در مجلس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند هوایی. توییت فارسی ترامپ خطاب به رهبران ایران: معترضان را نکشید، جهان نظاره‌گر است. مخالفان ترامپ اما میگویند عملکرد کاخ سفید عامل خشونت حکومت و مرگ معترضان است. من از دیروز دردم ده برابر شده، صد برابر شده، هزار برابر شده. دارم میگم بیدار شو بابا. داغی که با روشن شدن حقیقت سوزناکتر شد. گفتگوی بی بی سی با شماری از خانواده های قربانیان خط هوایی اوکراین. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ایران در 24 ساعت اخیر شاهد اعتراضایی بوده که بی‌شباهت به انفجار خشم عمومی نیست. بعد از اینکه ایران تا آستانه جنگی تمام عیار با قدرت اول نظامی و اقتصادی دنیا پیش رفت، نیروهای مسلح اقراری تلخ کردند. اینکه در میانه حملات تلافی جویانه آنها به پایگاه‌های نظامیان آمریکایی در عراق، یک هواپیمای مسافربری هم با شلیک پدافند خودی سرنگون شده، با سرنشینانی عمدتاً ایرانی. امروز و دیروز کانون اعتراض‌ها چند دانشگاه پایتخت بوده که به جاهای دیگر هم کشیده، تجمع‌های پراکنده در چند شهرستان. بعضی گزارش‌ها از خشونت ماموران در برخورد با معترضان خشمگین حکایت دارد، از جمله شلیک به آنها با تفنگ. از دیشب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم چندین بار به زبان فارسی پیام‌هایی را روی حساب شخصی خود در سایت توییتر منتشر کرده. نوعی فراخوان مردم ایران به اعتراض و هشدار به حاکمان برای بازداشتن آنها از سرکوبی خونین. این پیام‌ها کمک کننده است یا دردسرساز؟ چطور حالا بیشتر از قبل تقاضا برای استعفای رهبر ایران شنیده می‌شود؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی. من خدای بزرگ را به شهادت می‌گیرم دوست داشتم داخل این هواپیما باشم و با اینها سقوط کنم و بسوزم، ولی شاهد این ماجرای غم‌انگیز نباشم. ما جلسه امروز مجلس و توضیح حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در مورد چگونگی سرنگونی هواپیمای اوکراین. فضای جنگی است. به این فرد همین خبر رسیده و او با محاسبه این مطلب که این دقیقاً یک کروز هست اقدام به شلیک میکنه و خود او تصور میکنه که یک کروز رو منعدم کرده. تقریبا همان توضیحاتی که فرمانده هوافضای سپاه داده بود، البته کاملتر. آقای سلامی گفت که خود سپاه به اثبات سرنگونی هواپیما با موشک کمک کرده و اگر سپاه مبدع شکل گیری این فرضیه نبود، هیچ کس متوجه نمی شد. ممکنه ما خطا کرده باشیم، که خطا کردیم. تعدادی از هموطنان ما به خاطر خطای ما شهید شدن، ولی غیر عمد بوده و عذرخواهی هم می کنیم، شرمنده هم هستیم، ولی جبران می کنیم. اجازه نمی دیم یک نفر از مردم ما کوچکترین آسیبی ببینه. ما هستیم محکم، استوار. همزمان با پخش صحبت‌های فرمانده سپاه، اعتراض‌هایی در چند شهر ایران جریان دارد، از جمله در تهران، شیراز،
اصفهان. بابل. بابل 22 دی ماه. تبریز و یزد. و پیش از آن تجمع دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی تهران در ادامه اعتراض هایی که از دیشب شروع شد. معترضان از سه روز پنهانکاری حکومت در مورد حمله پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین خشمگینند. حمله ای که به کشته شدن 176 نفر منجر شد. شعارهای نو این خشم را بازتاب می دهد. اینجا حتی از راه رفتن روی پرچم آمریکا و اسرائیل خودداری می کنند. شعارهایی هم علیه دانشجویان بسیجی داده می شود. بسیجی سپاهی، دانش ما شمایی. و حال و هوایی تقریبا مشابه در دانشگاه علامه طباطبایی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم از دیشب در چند توییت به فارسی و انگلیسی از معترضان حمایت کرد. به رهبران ایران، معترضانتان را نکشید. هزاران نفر تا حالا توسط شما کشته و یا زندانی شدند و جهان نظاره می کند. مهمتر این که آمریکا نظاره می کند. اینترنت را برگردانید و اجازه بدهید خبرنگاران آزادانه عمل کنند. کشتار مردم بزرگتان را متوقف کنید. از دیروز صبح با صدور اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و بعد با توضیحات امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران عصبانیت مردم شدت گرفت. واکنش‌ها به اعتراف ایران به سرنگون کردن هواپیما با موشک همچنان ادامه دارد. عده‌ای به شدت از عملکرد مسئولان حادثه انتقاد کردند. معنا نداره همچی چیزی که شما یه دفعه حس کردید یه چیزی اومد بزنیمش. مگه کفتر بازیه یا کلاغ و مرغابیه؟ بالاخره کاملا شرایط. حالا چطور این خطا اتفاق افتاده انصافا قابل بررسیه. یعنی آژانس ایمنی هوانوردی اروپا به تمام خطوط هوایی اروپایی اعلام کرد که از پرواز در آسمان ایران پرهیز کنند. برخی از رسانه ها حرف های فرمانده هوافضای سپاه را نقد و راستی آزمایی کردند، از جمله ادعای او در مورد فرصت کوتاهی که اپراتور پدافند برای تصمیم گیری در مورد هدف قرار دادن هواپیما داشت. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه. کارلو کاپ از اندیشکده ایر پاور استرالیا در مصاحبه با وبسایت فوربس فرصت تصمیم گیری اپراتور را محاسبه کرده. او گفته اگر هواپیما در لبه برد آتشبار پرواز می کرد، اپراتور 1 دقیقه و 53 ثانیه و اگر مستقیم از روی آن عبور می کرد، 3 دقیقه و 39 ثانیه فرصت داشت. اطلاعاتی که کارشناسان باید در مورد آن نظر بدهند. شاید این جزئیات چیزی را عوض نکند، اما به روشن‌تر شدن ماجرا کمک خواهد کرد. محمد حسین ساکت، مهدی بیگی، بی بی سی. صالح ساجد سراییان. دو مهمان داریم، حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی که از تهران با ما هستن و امین صوفیا مهر پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانای آمریکا. آقای اسدی زیدآبادی، چرا الان بسیاری حرف از تقاضا برای برکناری آیت الله خامنه ای میزنن، بسیار بی پرده تر از گذشته و بسیار روشن‌تر؟ اولا تسلیت عرض بکنم خدمت بازماندگان این حادثه و همچنین درگذشتگان در کرمان. عرض کنم خدمت شما که این اتفاقی که افتاده رو صرفا نمیشه یک مسئله نظامی و یک اشتباهی که در سطح نظامیان اتفاق افتاده ارزیابی کرد. این مسئله یک بعد سیاسی هم داره و اون هم اینه که مردم احساس میکنن که به شعور اونها و به درک اونها و توانایی فهم اونها از وقایع توهین شده. این
از یه جهت ما سابقه این نوع تظاهرات داریم و مردم ایران نسبت به این نظر میرسه که خیلی حساس هستن. در سال 88 هم همین بود، اینکه احساس میکردن یک دروغ بزرگ گفته شده. امروز هم همینه، شاید با این اعتراضات هیچ کدوم از اون عزیزانی که درگذشتن دیگه ما نمیتونیم اونا رو داشته باشیم، ولیکن این مسئله باید در فضای کلی جنبشی و اعتراضی ایران فهمیده بشه که هر بار با هر در واقع نیشتری ممکنه این خونریزی داشته باشه و التهابش بیشتر بشه. بنابراین در وجه سیاسیش مردم اتفاقا به خوبی درک کردن و من هم فکر میکنم که در همه جای دنیا مسئله اینه که نظامیان، حتی بالاترین فرد نظامی، باید ذیل یک مقام سیاسی انتخابی عمل بکنه. و امروز اگر آقای روحانی که یه موقعی منتقد این بود که نظامی ها در سیاست دخالت میکنن، چرا امروز ایشون به عنوان رئیس شورای امنیت ملی اساسا از دوربین ها پنهان شده، قایم شده، اصلا معلوم نیست کجا هست؟ همینطور بقیه مقامات سیاسی کشور، و این رو حالا احتمالاً سپردن به نظامی ها که بیان توضیح بدن. سوال من این بود که چقدر اصلا مسئولیت برمیگرده به آیت الله خامنه ای؟ چون ما در شعارها میبینیم که گویا بیشتر از قبل حرف از استعفای آیت الله خامنه ای هست. بعضی از شخصیت ها هم حرف و حدیث های شبیه این زدن، مثلا یه گفتگوی شده با خانم فائزه هاشمی هم که تقریبا مفهومی شبیه این داره. بله، خب عرض کردم در واقع همینه، توجه به اون فرد سیاسیه که مسئولیت باید بپذیره در رأس قوای نظامی کشور که طبیعتاً فرمانده کل قوا هست و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی. این دو به هر حال اینها هستن که سیاست گذاری دفاعی میکنن. مسئله یک لحظه نیست، یک اتفاق نیست، مسئله اینه که آیا اینی که ما به هواپیماهای خارجی اعلام نکنیم که در آسمان ایران در این شرایط تنش آمیز وارد بشن و پرواز بکنن، خودش بخشی از استراتژی دفاعی بوده. یعنی که ما به رئیس به نخست وزیر عراق میتونیم توضیح بدیم و خبر بدیم که چند ساعت قبل از اون که شما مراقب خودتون باشید و طبیعتاً مراقب سربازان آمریکایی، اما به رئیس فرودگاه امام خمینی نمیتونیم این اطلاع بدیم که آقا حواستون باشه. آیا این تردد هواپیماهای غیر نظامی یک نوع در واقع برای این بوده که هزینه حمله به مواضع ایران از سوی آمریکا کم بشه؟ من نمیدونم، ولی اینها منظورتون اینه که شاید میخواستن از این هواپیماها به عنوان سپر انسانی استفاده کنن. در هر صورت آقای صوفیا مهر، شما چی فکر میکنید؟ نیروهای نظامی خطایی کردن و میگن که این خطا رو هم قبول دارند. چقدر موضوع برمیگرده به آیت الله خامنه ای اینجا؟ ببینید، مسئله شلیک موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی به اصطلاح این سمبل و نمادی از تمام رذالت‌ها و ناکارآمدی‌ها و فساد جمهوری اسلامی، و اگر ما بخوایم به این مسئله نه در سطح به اصطلاح روینش توجه کنیم، ما باید برگردیم به این بنیادهای جمهوری اسلامی. این اتفاقات محدود به امروز و دیروز نیست. ببینید، اینها ریختن سال 78 به خوابگاه دانشجوها حمله کردند و بعد از این همه کش و قوس و نمایش دادگاهی و حقوقی که انجام دادن، یک نفر رو به اسم اوروج علی ببرزاده رو به اتهام به اصطلاح دزدیدن یه ریشتراش محکوم کردند. این وقایع اصلا محدود به مسئله امروز نیست، برمیگرده به نگاهی که جمهوری اسلامی به شهروند ایرانی داره. شهروند ایرانی از لحاظ جمهوری اسلامی موجودی صغیره که احتیاج به اصطلاح گاردین یا به احتیاج به قیم داره، و این مزمر در قانون. همه این انتقادهایی که شما مطرح میکنید رو بسیاری از تحلیلگران هم مطرح میکنن. سوال اینجاست که
مسئولیتی که رخ داده تا چه اندازه بر عهده آیت الله خامنه ای است؟ این درست است که عده ای انگشت اتهام رو مستقیما متوجه آیت الله خامنه ای کردن یا نه؟ بله این درسته، مسئول اون کسی که قدرت مطلقه رو طلب میکنه باید مسئولیت مطلقه طلب کنه و پاسخگو باشه، ولی ایشون در مورد همه چیز عالم و آدم نظر دارن، از تلویزیون گرفته و تا رادیان، ولی وقتی که جان شهروندان ایرانی اینجوری بر اساس اهمال یا خباثت کشته شدن و ایشون ساکته و اصلا دیده نمیشه، ایشون مسئوله. نه تنها ایشون مسئوله، بلکه تمام کسانی که در این رسانه‌های عمومی از توییتر و فیسبوک گرفته که در این چند روز دو سه روز تلاش کردن تا این حقیقت رو پنهان کنن، اونها هم مسئول هستن، اونها هم در شکدهی به این خوی فرعونیت و جباریت آقای خامنه‌ای دخیل هستن و در پاسخگو نساختن ایشون هم دخیل هستن. آقای صوفی و مهر، آقای اسدی زیدآبادی، هر دوتون با ما بمونید. یک فایل صوتی از فائزه هاشمی، فعال سیاسی، نماینده پیشین مجلس، و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی به دست بی بی سی رسیده. خانم هاشمی در این فایل صوتی به شدت از نحوه اداره کشور انتقاد میکنه و از آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران میخواد که در روش حکومتداری تغییراتی جدی ایجاد کنه. این صدای این فایل رو میشنویم، بعد به گفتگو با آقایون برمیگردیم. آقای خامنه‌ای، شما تنها کسی هستین که میتونین بدون هزینه برای مردم و برای جامعه این تغییرات اساسی تو این قضیه بدین، یه تغییرات عمیق و حادث بکنین در سیاست خارجیمون، در سیاست داخلیمون، با جایگزین کردن نگاه کارشناس و تخصصی به جای معیارهای امنیتی و حالا معیارهای دیگه‌ای که اصلا ربطی به مدیریت نداره. مشاور کاری گورباچف که زمانی که فهمید این سیاست ها راه به جایی نمیبره، روز به روز شرایط کشور و مردم رو در تمامی حوزه‌ها بجز سلاح و نظامیگری داره نابود میکنه. من از ادبیات خود آقای خامنه‌ای میخوام استفاده کنم. اگر به دموکراسی، به حقوق بشر، به اصول مدیریت شایسته سالاری، اگر به ایران و ایرانی بودن، اگر به رفاه و معیشت مردم و امنیت مردم، به این سبکی که حالا مردم انتظار دارن اعتقاد ندارین، اقلا برای نجات اسلام یه حرکتی بکنین. من فکر کنم الان که خودتون ارزیابی دارین که اسلام تو کشور ما در بدترین شرایط خودش در طول تاریخ قرار گرفته، بلایی که این دوران به سر اسلام اومده فاجعه است، روز به روز هم داره با عملکرد و خطاهای بیشتر ما، اونم به نام یک کشور اسلامی، به نام یک نظام اسلامی، بدتر و بدتر میشه. اقلا به فکر اسلام باشین و اسلام رو نجات بدین با یک تغییر سیاست، یعنی یک دوران بس دیگه. یعنی بالاخره هر حاکمی هم حتی در سالم‌ترین وضعش هم آدم بخواد بگه داره حکومت میکنه، بالاخره 30 سال حکومت، 30 سال یک سیاست، نتیجه شو داریم میبینیم دیگه. تغییر نیازه، اتفاقات جدید بیاد بیفته، به روز باید باشیم. چندین نسل که ایران رفتن و اومدن، ما هنوز با همون سیاست های اولی که داده همون موقع هم اشتباه بود داریم پافشاری میکنیم. ما نیاز به تغییرات جدی داریم. اگر شما به عنوان رهبر جامعه نخواهید این تغییرات رو بدین، خب بالاخره اتفاقات دیگه میفته. داریم میبینیم دیگه تا کی سرکوب، تا کی کشتن، تا کی زندان. بالاخره اینا هم همه روز پر میشه، اشتباه میشه، و زودتر از این بجنبیم برای نجات کشور و برای نجات اسلام. بالاخره همه وظیفه دارن، به عنوان ثبت در تاریخ هم شده اینا رو بگن، منتقل بکنن، بعدا نگن نمیدونستیم، نفهمیدیم چجوری اینجوری شد، و اگر میدونستیم، مثل همه قضیه موشک، نمیدونستیم، اطلاع نداشتیم، آخه اینا همه بهانه است. ولی خب اگر اتفاقی ببینید، آخر بسید یه چیز هم هست، وقتی آدم جمعیتی رو که برای آقای قاسم سلیمانی رفت، حالا همه با انگیزه های قدرت اینا نرفتن، خیلی ها واقعا با اعتقاد رفتن، و از اونم به نظر من نقش تبلیغات نقش مهمی بود توی این قضیه، و حالا به دلایل دیگه، حالا مقابله با آمریکا، اعتراض به عملکرد آمریکا یا هر چیز دیگه رفتن. این جمعیت رو میبینه، میدونی من یاد چی افتادم؟ یاد زمان، حالا موقع نبودیم ولی تاریخ رو که میخونیم، تاریخ افتادم دوران مصدق، که مردم اومدن یه روز تو خیابون گفتن درود بر مصدق، فرداش اومدن گفتن مرگ بر مصدق، و مصدق سرنگون شد. یعنی بالاخره مردم هم باید، اگر حالا خود نظام نخواد کاری بکنه، بالاخره ما هم باید خود حرکتامون رو و عملکردمون رو با ارزیابی بیشتر، با واقع نگری بیشتر انجام بدیم. اینجوری که بخوایم احساساتی با هر موضوعی برخورد بکنیم، نتیجهش تداوم همین نظام با تمام این مشکلاتشه، و هیچ گونه تغییری هم اتفاق نمیفته.
بالاخره ما مردم هم به نظر من مهمی و اینکه چگونه عمل میکنیم ما همه جا هم داریم که سرنوشت هیچ قومی تغییر نمیکنه مگر اینو خود اون قوم یا اون ملت یا اون جامعه بخوان حرکت کنن و بجنبن و تکونی به خودشون بدن. به هر حال این حرکت رو باید عمومی بشه دیگه. الان ما اخیرا داریم میبینیم که مثلا ورزشکارامون دارن میرن یا دارن به عنوان نماینده ایران میرن ولی به حجاب بازی میکنن، یا بالاخره مثلا کیمیا علیزاده آخریش که رفت از ایران. به نظر من این نافرمانی های مدنی خیلی مهمه، یعنی اگر این اتفاقات حالا حداقل تو ورزش گسترش پیدا بکنه و همه خودشونو درگیر کنن، از اون بر بین هنرمندا، از اون بر بین سیاستمدارا، آخه این اتفاق بعدی دیگه هم افتاده، ما وضعیت افلاس طلبی مونه. ما متاسفانه میبینیم احزاب افلاس طلب ما یا اشخاص افلاس طلب ما، حالا شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی، اصلا اینا بدتر از اصولگراها شدن در تحکیم این خطاهای نظام، با بیانیه‌هایی که میدن، با حمایت‌های بی‌منطقی که میکنن، با ذکر نکردن مشکلات واقعی و با نداشتن واقع‌بینی. به نظر میاد این بقا و ماندگاری و قدرت یا اینکه آسیب ندیدن اصلا یه چیز عمومی شده. حالا بعضیا یه سمتی دارن میخوان بمونن، بعضیا نگران اگر غیر از این بکنن باشون برخورد بشه و و و حالا دلایل متعدد خیلی زیاد دیگه میتونه وجود داشته باشه. بنابراین ما خودمون هم یه تقصیر اساسی داریم. کشورهای جهان سوم هر گونه تغییری هزینه داره، یعنی اگر یا اون عقل و درایت باید و تدبیر باید در خود مقامات یک نظامی وجود داشته باشه که اونا خودشون این کار رو انجام بدن و بتونن به روز بکنن خودشون رو و واقعا منافع ملی رو مد نظر خودشون قرار بدن و بر اساس اون حرکت بکنن. اگر چنین اتفاقی نیفته من معترض دارم از این بدم، یعنی غیر از این جای دیگه وجود نداره، ولی این راه وجود داره که اگر این اعتراضات همگانی تر بشه هزینه ها سرشکم میشه و کمتر میشه. صدای فائزه هاشمی بود، فعال سیاسی، نماینده پیشین مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و همینطور حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی، هر دو با ما هستند. آقای اسدی زیدآبادی، حرفهای خانم فائزه هاشمی فراخوانی بود به نافرمانی مدنی و گسترش اعتراض ها. از نظر شما این چقدر راه حل وضعیت موجود ایرانه؟ به هر حال که در یک وضعیتی که ما با یک فروپاشی اخلاقی متاسفانه مواجه هستیم در حاکمیت و این دیگه مرزهایی رو طی کرده، اگر یک وظیفه برای یک حکومتی در هر جای دنیا در نظر عالم نظر فرض بکنیم، اونم صیانت از نفس و حیات انسانها و شهرونداست. این دیگه ساده ترین چیزه. الان مردم احساس میکنن که این از حیات انسان‌ها دیگه ارزشی نداره. یعنی من برای اینکه مثلا یه مقدار پرستیژم در سطح ملی یا بین‌المللی از بین نره، حاضرم برای یک همچین اتفاق دردناکی چشم بپوشم. و بنابراین این مسئله علاوه بر یک مسئله سیاسی برای ایرانیان، امروز یک مسئله اخلاقی هم بدل شده و هر دوی اینها نیازمند در واقع اعتراض هست، نیازمند این هست، نیازمند نقد هست و نیازمند واکنش هست. حالا هر کسی در هر جایی که هست این باید توجه بکنه که جامعه ما و حکومت ما داره به کجا میره. این فروپاشی اخلاقی، این اوج تناقض‌گویی، همین الان شما در همین اظهاراتی که میخوان اعتراف کنن و اذعان کنن به این قضیه کلی تناقض‌گویی میبینید. یعنی میگن که هواپیما با موشک کروز اشتباه شده. خب این اشتباه ممکنه، ولی اگر مردم مثلا اگر یک روزی شما موشک کروز رو با هواپیما اشتباه گرفتید چه اتفاقی میفته؟ موشک میخوره اونجا و شما میخواید بگید که ما اشتباه کردیم. اینم یه طرف قضیه است. به هر حال این همه از جیب این مردم مستضعف، مردم فقیر واقعا که شما میدونید در این 5 سال گذشته به ویژه چقدر هیچ پولی که تو جیب مردم بوده شده 1/3، شده 1/4، یک شب خوابیدن شده اینقدر. و این پول رو به هر حال به دلیل امنیت در یه منطقه هم هستیم شاید خیلی ها بپذیرن، رفته خرج این شده که موشک داشته باشیم. خیلی خوب دیگه انتظار میره این که اداره جهاد کشاورزی نیست، این که یه بانک نیست، این که یک مسئله امنیته که بگیم حالا در اونجا ناکارآمدی بوده، حالا یه اتفاقی افتاده، نمیدونم کود دیر رسیده به یه جایی. ولی این دیگه
موشک در این مسئله باید کارآمدی داشته باشن. بسیار. همونطوری که در مسئله رصد فعالین سیاسی، منتقدین سیاسی، این که یه کسی کجا مثلا یه توییتی نوشته 50 تا لایک خورده و اونو بریم حالا ببینیم کی بوده چی بوده، کارآمدی هست. در یک سیستم سامانه موشکی که برای دفاع از کشور فراهم شده، پول هنگفتی خرج شده، آدمای زیادی هزینه شدن برای این قضیه، با اون قضیه آزمایش موشکی که انجام میشد و اون فاجعه‌ای که در جنوب شرق تهران اتفاق افتاد فراموش نکردیم. کل یعنی ما عملا این موشک‌ها رو انگاری که داریم علیه خودمون استفاده میکنیم. حداقل شما فرمایید که هزینه زیادی شده و عملکرد حکومت رو قبول ندارید. آقای سیوفیامیر، شما نگاهتون رادیکالتر هست، انتقادهای شما از آیت الله خامنه‌ای بسیار تند و تیزتر هست. خانم فایز هاشمی در صدایی که از ایشون شنیدیم، میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی رو مثال زدند، ولی تغییر رهبری در ایران بدون خشونت امکان پذیره؟ متاسفانه من فکر می‌کنم خیر. ببینید، جمهوری اسلامی نظامیه که خودشو عقل کل میدونه و اعتقاد داره برای کل بشریت برنامه داره و برای رستگاری و سعادت کل بشر برنامه داره. این حکومت هیچ وقت تن به اصلاحات نمیده. این تنها به اصطلاح موانع معرفتی نیست، موانع عملی هم هست. ببینین، اگر جمهوری اسلام، فرض کنیم ما به صورت مصداقی و عملی حرف بزنیم، بگیم که بسیار خب، ما الان میخوایم یه برنامه بنویسیم برای اصلاح جمهوری اسلامی. یک برنامه اینه که سپاه در ارتش منحل بشه، تبدیل بشه به یه نیروی دفاع ملی، نه دفاع از انقلاب. خب این یعنی استحاله جمهوری اسلامی. هیچ اصلاح طلبی همچی حرفی رو نمیتونه بزنه، چون که میدونه اصلا همچی چیزی امکان پذیر نیست. اگر امکان پذیر نیست، پس اصلاح پذیر نیست جمهوری اسلامی. حوزه دوم سیاست خارجیه. فرض کنید جمهوری ما بخوام یه برنامه بنویسیم که جمهوری اسلامی چگونه میتونه با اسرائیل و آمریکا تنیزدایی بکنه و اسرائیل ستیزی و آمریکای ستیزی رو بذاره کنار. خب این دیگه چه جمهوری اسلامی نیست. حوزه سوم استقلال قوه قضاییه است. برای این کار ما با اصلا ولایت فقیه رو حذف کنیم، چون که وجود ولایت فقیه از تعارف‌های حقوقی گذشته، وقتی که به اصطلاح مسئول برنامه‌های کلان جامعه است، در قوه قضاییه هم دخالت می‌کنه. تاریخ جمهوری اسلامی هم نشون داده که قوه قضاییه اصولاً یه ابزار سرکوبی در دست آیت الله خامنه‌ای و ولی فقیه اول بوده. اگر اینا ما بخوایم انجام بدیم که خب دیگه چیزی جمهوری اسلامی نیست. اگه بخوام در سطح قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اصلاح کنیم که بازم جمهوری است. ببینید، مشکل جمهوری متوجه نکته شما شدیم که اصلاح امکان نداره. منتها در مورد راه حل ها اگر صحبت بکنیم و حرف شما هم تغییر رهبری باشه، آیا چنین عملی، آیا چنین کاری بدون توسل به خشونت، بدون پذیرفتن پیامدهای مثل آنچه که در آبان رخ داد، قابل انجام هست، میشه یا نه؟ من فکر نمی کنم هم بدون خشونت بشه از جمهوری اسلامی عبور کرد. البته من تجویز نمی کنم، صرفا توصیف وضعیت. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که با اعتراض مدنی کنار بره. چه خوب بود که با حضور اجازه میداد حضور میلیونی مردم انجام بشه، صندوق رأی می آورد و رفراندوم انجام میداد و مردم تکلیف خودشون رو با این حکومت مشخص میکردن و حکومت مورد دلخواهشون رو سر کار بدن. ولی من شک دارم با توجه، ببین ما یه تجربه 40 ساله از این حکومت داریم. جمهوری اسلامی کجا بوده که اعتراض رو پذیرفته؟ کجا گفته که اشتباه کرده و عقب نشینی کرده؟ آقای خامنه ای اعتقاد داره کوچکترین عقب نشینی یعنی استحاله نظام، یعنی الف اصلاحاتو که گفت باید تا یه سرنگونی جلو بره. به همین خاطر به هیچ وقت اجازه نخواهد داد. مردم ایران باید این واقعیت رو بپذیرن که جمهوری اسلامی با اعتراض مدنی صرف کنار نمیره و باید روحیه مقاومت و همچنین روحیه حضور میلیونی در خیابان‌ها رو در خودشون تقویت کنن و روحیه فداکاری. آقای اسدی زیدآبادی، شما چی فکر میکنید؟ آیا هنوز شانسی رو برای تغییر قائل هستید؟ ما از خانم فایزه هاشمی شنیدیم که ایشون بر تغییر سیاست ها خیلی تأکید میکردند.
بله، من فکر می‌کنم که اتفاقا همین نکته مهم هست، وگرنه ما اگر با یه دید سنتی باستانی بخوایم به قضیه نگاه بکنیم که فلان فرد عوض بشه، اون هم با یک وقتی که به قول شما احساس بکنیم که با خشونت هست، که در واقع همون جوری که یک فعال سیاسی یک سری بایدها داره یک سری نبایدها هم هست، من فکر می‌کنم که به هیچ قیمتی نباید مردم در دام خشونت افتن. حتما صرف رفتن یک نفر و تغییر اون، اینم تجربه شده در ایران، فکر می‌کنم که مردم هم خیلی با هم چیزی همراه نیستن، این خیلی دردی رو دوا نمی‌کنه و حتما ما باید یک رویکرد، اگر سلبی داریم اعتراض داریم، یک رویکرد ایجابی هم داشته باشیم، بدونیم که چی می‌خوایم. اون چیزی که مهمه اتفاقا ما می‌خوایم که در اداره کشور، در حکمرانی کشور، نقش افراد به شدت کاهش پیدا بکنه. این رویه ها و این سیستم هایی که باشه که مردم به اونها رأی میدن و این فرایندهای دموکراتیک باشه که جامعه رو پیش میبره، نه اینکه افراد احساس رسالت تاریخی بکنن یا افراد یک روز بیان بگن که مثلا ما خودمون رو فدا میکنیم. اونا مملکت نیاز نداره که یک حاکمی بیاد خودش رو فدا بکنه، آرزوی مرگ بکنه برای خودش، نیاز داره که یک ساختارهای شفافی داشته باشه. و من فکر میکنم که هم بلوغ جامعه ما به این قضیه رسیده، هم هر حکومتی از جمله جمهوری اسلامی هر حکومتی اصلاح پذیره، منتها باید دید که اصلاح طلبان کیا هستن. حکومت جمهوری اسلامی اصلاح پذیره، ولی کار اصلاح طلبان تا حالا این نبوده و نتونستن اصلاحش بکنن. بسیار. این نیاز به مشارکت بیشتر مردم داره در همین اعتراضات، در گفتن حرفاشون و در نفی خشونت. بسیار خب. آقای صوفیان میر، آقای زیدآبادی میگفتن که نیاز به اصلاح هست یا تغییر هست، ولی کی این کار رو بکنه؟ از نظر شما فرد یا نظام جایگزین چطور میتونه باشه؟ این گذار به دموکراسی البته که از نظر بسیاری اتفاق جالبی میتونه باشه، ولی به چه شکل، کدام فرد یا گروه این توان رو داره که ابتکار عمل رو در دست بگیره؟ بله، مشکل جمهوری اسلامی در مورد اصلاحات، هم خود اصلاح طلبا هستن که بخشی از این فساد و تبایی هستن، در راندخوری دست دارن، در به اصطلاح فساد سیاسی دست دارن، و همینکه ماهیت جمهوری اسلامی. اصلاح طلبان میان میگن که آقای صوفیا مهر، از اصلاح طلبان میگذریم، موزه شما در مقابل در قبال اونها روشنه. خیلی خوب، چه فرد یا نظامی جایگزین رو به مردم ایران عرضه خواهد کرد؟ اصلاح طلبان میگن که جمهوری اسلامی هیچ ذاتی نداره، جمهوری اسلامی ذات داره، منظور از ذات یه سری ویژگی های غالب در این 40 ساله بوده و تا اون ویژگی های غالب تغییر نکنه جمهوری اسلامی تغییر نمیکنه و این ویژگی های غالب هم تغییر نمیکنه مگر اینکه جمهوری اسلامی برانداخته بشه. چه نظامی میتونه جایگزین بشه؟ ما یه نظامی میخوام که در وهله اول از منافع ملی دفاع بکنه، دوم سیاست خارجی، چه سیاست خارجی مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای منطقه و آمریکا و اسرائیل باشه. صوفیا مهر، کی باید این کارو بکنه؟ همه مردم، تک تک ایرانی ها، هر کسی که شناسنامه ایرانی داره در این چیز دخیله. من برخلاف آقای زیدآبادی که حرف منو تحریف کردن، من نگفتم که رهبران بیان خودشون تا تک تک ایرانی ها بر اساس مزیت نسبی در هر حوزه داره مکلفه که فداکاری کنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران رو در لب پرتگاه برده. الان دیگه فرصت تعارف و نمیدونم بازی با واژگان تموم شده. جمهوری اسلامی بزرگترین تهدید امنیتی برای بقای تمدن ایرانه و باید کنار بره. سوالهای زیاد اینجا مطرحه، ولی متاسفانه وقتمون برای این گفتگو، برای این بخش به پایان رسیده. ممنونم از امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا، و همینطور حسن اسدی زیدآبادی، فعال سیاسی از تهران با ما. و اما تاریا کارنبرگ، عضو پیشین پارلمان اروپا از کوپنهاگ دانمارک با ما هستند. خانم کارنبرگ هفته قبل تهران بودند و در نشست‌های هم حضور داشتند که مقام‌های ایران و سفرهای خارجی حضور داشتند. از خانم کرامبرگ، شما که در ایران بودید، با مقام‌های سیاسی گفتگو کردید، هیچ
میتونید حدس بزنید یا بگید که اونها آمادگی این رو دارن که مثلا در برابر خواستهای آقای ترامپ کوتاه بیاند و یک مسیر جدید رو انتخاب بکنند؟ Not directly. I think the basic problem is that مستقیما نه. من فکر میکنم مشکل اساسی اینه که برای مقام‌های ایرانی خیلی دشوار هست که شروع کنن به این که بگن که میخوان که با آمریکایی‌ها صحبت کنن، چون پرزیدنت ترامپ پیوسته داره تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌کنه، بنابراین فضایی برای مذاکره نیست و فضایی برای اون چیزی که حالا بهش بگیم حفظ آبرو باشه وجود نداره. چیزی که نیاز هست اینه که یک گشایشی از جانب آمریکایی‌ها صورت بگیره، یک حرکت مثبتی که بعد ایرانی‌ها بتونن ما پیرو اون بگن که بله ما حالا می‌خوایم که با شما مذاکره کنیم. آقای ترامپ چندان به حرف کسی گوش نداده. اروپایی‌ها سعی کردن میانجیگری کنن، توصیه‌هایی با آقای ترامپ بکنن، ولی این حرکت مثبتی که شما بهش اشاره کردید در چه زمینه‌ای قابل اجرا هست؟ مثلا بازگشت به برجام عملی هست؟ فکر میکنم بازگشت به توافق هسته‌ای ممکن نیست به طور مستقیم، اما میشه یک فرایند قدم به قدم این رو تصور کرد که در اون ایالات متحده به سمتش بازگرده، و همچنین این امکان هست برای آمریکایی‌ها که بیان بگن که ما میخوایم توافق رو بهتر کنیم، توافقی که توافق خوبی نیست به اعتقاد اونها. بنابراین هر دو سمت قضیه باید یک چنین گشایش، یک چنین آمادگی رو از خودشون نشون بدن. وزیر خارجه آمریکا پومپئو 12 شرط رو در گذشته مطرح کرده، حالا ممکنه بیاد که میتونه بیاد و تعداد اون شرط ها رو کمتر کنه، برای اینکه مثلا بیاد غنی‌سازی اورانیوم ایرانی ها رو در یک چارچوب جدیدی بپذیره، چیزی که در برجام هم پیش بینی شده. بنابراین امکان های مختلفی وجود داره، اما مشکل اینجاست که در حال حاضر اراده سیاسی در کار نیست. خانم کرانبرگ، با مقام های اروپایی در تماس هستید، عضو پیشین پارلمان اروپا بودید، با مقام های ایرانی هم در تماس هستید، تهران بودید، در این مناقشه ای که به اینجا رسیده شما شخصا حق رو به کدوم طرف میدید؟ به دولت آقای ترامپ میدید یا به سیاست های رادیکال جمهوری اسلامی؟ فکر نمی کنم بشه واقعا گفت که کسی حق داره و کسی اشتباه کرده. البته که اشتباه بود که آمریکا از توافقنامه برجام، معاهده‌ای که رئیس جمهور پیشین امضا کرده بود، عقب نشینی کنه. برداشت من اینه که تحریم های کنونی میشه گفت که دلیل عمده حرکت های ایران بوده و بعد در نهایت به تحریم هایی که منجر شده که اقتصاد ایران رو فلج کرده. بنابراین ریشه این مشکلات امروزی خروج آمریکا از برجام و بعد تحریم هایی است که وضع کرده. این رو میشه در مورد اروپایی ها هم گفت. اروپایی ها مثل چینی ها میخوان که برجام رو حفظ کنن، ولی خب براشون خیلی دشوار بوده که منافع اقتصادی داشته باشن به واسطه تحریم های آمریکایی که مشمول که شامل اروپایی هم میشه. خانم کرانبرگ، ایران در شرایط سختیه، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر مواجهه با اعتراض های داخلی در منطقه، و همینطور از نظر نظامی هم در شرایط سختی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی قرار گرفته. از نظر شما در برابر این فشارها دوام میاره یا ممکنه که به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر بشه؟ I
من نمیتونم ارزیابی کنم که آیا این فشارها به سقوط جمهوری اسلامی خواهد انجامید. درک من، برداشت من اینه که اینطور نیست در حال حاضر، اما فکر میکنم به خاطر شرایط اقتصادی، مشکلاتی که مردم دارن و صبرشون تقریبا لبریز شده برای اینکه بتونن در زندگی روزمره خودشون ادامه بدن به این زندگی و وضعیت معیشتی اونها، فکر میکنم که خیلی مهمه که تحریک‌های زیادی انجام نشه در چنین شرایطی و من فکر میکنم اینجاست که اروپایی‌ها میتونن و باید که کمک کنن تا پرزیدنت ترامپ یک حرکت مثبتی، یک گشایشی به ایرانی‌ها نشون بده، تا اون وقت دوباره بشه مذاکرات داشت و اون وقت کاری کرد درباره توافق هسته‌ای و ببینیم که واقعا چه میشه کرد. ممنونم از تاریا کرامبرگ، عضو پیشین پارلمان اروپا از کوپنهاگ دانمارک با ما. آمریکا میگوید که برخلاف آنچه که مقام‌های ایرانی میگویند، ایالات متحده مقصر حمله اشتباهی به هواپیمای مسافربری اوکراینی نیست. ایران آنچه که ماجراجویی آمریکا میخواند را مسبب حمله به هواپیمای اوکراینی دانسته بود. از طرف دیگر در آمریکا بیشتر مردم این کشور مخالف سیاست‌های این کشور در قبال ایران هستند و نگران وقوع یک جنگ دیگر در خاورمیانه، مشخصاً با ایران. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی در کالیفرنیا با ما هستند و همینطور نگار مرتضوی، خبرنگار دیپلماتیک نشریه ایندیپندنت از واشنگتن دی سی. اجازه بدید که سال اول را از آقای کیان بپرسم. آقای کیان، در 24 ساعت اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندین پیام حتی به زبان فارسی منتشر کرده، فراخوان به اعتراض بوده و هشدار به رهبران ایران. از نظر شما این پیام‌ها کمک کننده است یا دردسرساز؟ مطمئن نیستم که فراخوان به اعتراض، خواندن توییت آقای ترامپ، یک کلمه دقیق و به جای باشه در ارتباط با اون چه که توییت آقای ترامپ. من اون رو فراخوان نکندم، من تشویق مردم ایران و حمایت از مردم ایران خوندم، ولی نبومان یک فراخوان برای اعتراض. بعدم من فکر میکنم این حق رهبران دنیاست که اظهار نظر بکنن در مورد رفتار یک دولت با مردمش. ببینید، وظیفه اصلی و اولیه یک دولت ایجاد امنیت برای مردمش است و دولت جمهوری اسلامی امروز به عنوان یک تهدید برای مردمش به وجود آمده. بنابراین هر کسی حق داره که اظهار نظر بکنه راجع به این. من اشکالی نمیبینم در اینکه آقای ترامپ صحبتی کرده باشن، ولی اینکه آیا این به مردم کمک خواهد کرد یا به دولت بهانه جدیدی خواهد داد، من فکر میکنم دولت جمهوری اسلامی به بهانه احتیاجی نداره و نگاه کنید به رفتارش در این چند روز اخیر، متوجه خواهید شد که بهانه احتیاج نداره برای اینکه گناه رو به گردن دیگران بندازه. آقای کیان، به خاطر اینکه دقیق‌تر باشیم، من خود توییت آقای ترامپ رو میخونم. در این توییت گفته شده که من از ابتدای دوره ریاست جمهوری با شما بودم، خطاب به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، در دولت من همچنان با شما خواهیم بود، ما اعتراضات شما رو از نزدیک دنبال میکنیم و شجاعت شما الهام بخشه. خانم مرتضوی، شما چی فکر میکنید؟ نوع حمایت هست در هر صورت، نظر شما هم نظر دقیقیه. خانم مرتضوی، شما چی فکر میکنید؟ این پیام ها کمک کننده است یا دردسرساز، خصوصا برای معترضانی که در خیابان ها هستند؟ ببین، منم فکر میکنم به نوعی تشویق معترضان هست، ولی اینها در خلا، این پیام ها در خلا اتفاق نمیفته. آقای ترامپ همون کسیه که هفته گذشته ایرانی ها رو، مردم ایران رو در واقع تهدید کرده بود که ما مراکز رو در کشور شما مورد هدف قرار خواهیم داد، حتی مراکز فرهنگی که با مخالفت جدی حتی افرادی در داخل دولت خودش مواجه شد و دو بار بعد از اون باز هم اومد و تاکید کرد، علارغم اینکه گفتن که این یک جنایت جنگی محسوب میشه اینکه شما مرکز فرهنگی رو مورد حمله قرار بدی، باز هم دو بار اومد و تاکید کرد که نه، من فکر میکنم این کار درسته، تا نهایتا عقب نشینی کرد و گفت به دلیل اینکه این یک
کار غیر قانونی محسوب میشه انجام نخواهم داد. و برگردیم به سیاست های دولت آقای ترامپ. واقعا دولتی که میدونین با تحریم هایی که الان قربانی اصلیش مردم ایران هستن، طبقه متوسط، طبقات کارگر در این وضعیت اقتصادی و همینطور بستن در برای هر نوع دیپلماسی واقعی، برای حرکت به سمت در واقع تنش زدایی، چیزی که ما از دولت آقای ترامپ و سیاست هاش میبینیم در این یک سال و نیم دو سال گذشته فقط افزایش تنش بوده. متقابل در اون طرف هم جمهوری اسلامی به خصوص تندروها تنش در واقع از هر دو طرف افزایش پیدا کرده و قربانی این افزایش تنش بین دو حکومت در واقع که مردم عادی هستن، بیشتر مردم ایران هستن در اتفاقی که با این در واقع نهایت بیکفایتی میشه گفت افتاد با هواپیمای اوکراین و افرادی که کشته شدن، نهایتا فضای جنگی قربانیش مردم خواهند بود و این جنگیه که هنوز شروع نشده. فقط باید تصور کنیم اگه جنگ شروع بشه، درگیری نظامی بشه، چه اتفاقی برای مردم ها. نهایتا جمع‌بندی بگم که فکر نمی‌کنم واقعا آقای ترامپ مردم ایران، وضعیت مردم ایران، امنیت یا سلامت یا بهبود زندگی مردم ایران واقعا مسئله باشه که براش اهمیت داشته باشه. آقای کیان چی فکر می‌کنید؟ ببینید، من فکر میکنم شما یه دولتی دارید که همطور که خانم مرتضوی به درستی اشاره کردن، دولتی است که به عنوان یک تهدید برای ملتش وجود آمده، دولتی است که حتی یک کار ساده روشن کردن گنبد آهنین و خاموش کردن پروازهای تجارتی رو نمیتواند که کنترل بکنه. دولتی است که به دنبال دستیابی به تأسیسات اتمی هست. خب ببینید، بیکفایتی کلمه کلیدی است که خانم مرتضوی هم بهش اشاره کردن و این دولت مستأصل امروز در مقابل ملت ایران راه حلی نداره. اینکه ما بگوییم که تقصیر آقای ترامپ هست که تنش ها افزایش پیدا میکنن، من فکر میکنم تحلیل کاملی نیست. باید نگاه بکنیم ببینیم که ببینید دولت جمهوری اسلامی دیگه چه کار بکنه. با تیربار مردم خودش رو میکشه آقای موسوی، با موشک هواپیمای خودش رو میزنه. ببینید اصلا به یه جایی رسیده که تحلیل یعنی اینقدر عمق بیکفایتی این غیر قابل قبوله. بعضی ها حتی شک و گمان میبرن که شاید این کار حتما عمدی بوده. یعنی اینقدر سقف بیکفایتی بالاست که غیر قابل باور کردنه. خب ببینید، این مشکله که بگیم این همش تفسیر آقای ترامپه، چون آقای ترامپ اینجا در مذاکره رو باز نمی‌کنه. آقای ترامپ همیشه گفتن ما آماده مذاکره هستیم بدون پیش شرط. حتی البته اون 12 تا موردی که راجع بهش قرار مذاکره بشه روی میز پاد بود، ولی این آقای خامنه‌ای بودن که همیشه گفتن ما مذاکره نمی‌کنیم، هرچند که پشت پرده مذاکره هم می‌کنن. یعنی دروغ یک امر عادی است در جمهوری اسلامی. خانم مرتضوی، اگر جمهوری اسلامی در شرایط سختی قرار گرفته، بخشی به خاطر سیاست‌های فشار حداکثری آمریکاست، بعضی از افرادی مثل شما که منتقد آقای ترامپ هستید می‌پرسند که آیا این انتقادهای شما به معنای حمایت از جمهوری اسلامی تمام نخواهد شد؟ ببینید، نه، در مورد بیکفایتی و میگم واقعا با این اتفاقی که با این هواپیما افتاد و بعد دروغگویی و تکذیب سه روز بعدش واقعا شرم‌آور بود. در مورد بیکفایتی حکومت من هر چقدر بخوام بگم کم گفتم، مردم خودشون بهتر میدونن. ولی یه نکته مهمی رو من فقط اینجا بگم و اون مسئله دروغگویی مقامات یا بیکفایتی دولت. یادمون نره در این طرف ماجرا هم ما الان با رئیس جمهوری طرفیم در آمریکا که استیضاح شده، یعنی یکی از دو خانه کنگره آمریکا تشخیص داده که این فرد اصلا صلاحیت این که ریاست جمهوری آمریکا رو داشته باشه نداره. افراد بسیار نزدیک به او در کمپینش، در دولتش، مشاور امنیت ملیش آقای مایکل فلین، افرادی بودن که محکوم شدن به دلیل جرائم جدی و ببینیم واقعا نمیشه گفتش که مسئله یک طرف است. من میخوام بازم تاکید بکنم این تنش مسئله که با سیاست‌های هر دو طرف افزوده شده. مسلما جمهوری اسلامی در داخل کشور سرکوب معترضان، سرکوب مخالفان، فضای بسیار بسته، کشتار شدیدی که در اعتراضات دیدیم و همینطور ماجراجویی‌های منطقه‌ایش کاملا مصداق تنشه. ولی از این طرف دولت آمریکا هم همینطور
کشور، یعنی نه تنها کمکی به تنش زدایی نکرده، بلکه در دو سال گذشته آقای ترامپ فقط افزایش تنش رو دامن بهش زده. و خب این با گفته خودش، بله آقای ترامپ میگه که جنگ نمیخواد، میگه که دنبال مذاکره است، دنبال توافق، ولی در عمل و سیاست‌هاش و رفتار دولتش و مشاورانی که در واقع دور خودش جمع کرده دقیقاً خلاف اون رو نشون میدن. بحث اینه و این مسئله نیست که فقط من بگم. اینجا در واشنگتن اختلاف بسیار شدید هست از بعضی از جمهوری خواهان. مثلا ما شنیدیم مسئله حمله که آقای سلیمانی رو جمهوری خواهان ارشد در کنگره آمریکا در مورد نیت آقای ترامپ و نتایج و عواقب این مسئله به صورت جدی اعتراض کردن. آقای کیان، حمایت آقای ترامپ از معترضان اشاره کردیم. به نظر شما نیروی تعیین کننده در میان مردم ایران کدوم ها هستن؟ اونایی که در تشییع جنازه قاسم سلیمانی بودن یا اونهایی که امروز در رسانه ها منتشر شد که عکس او رو پاره کردند؟ اجازه بدید که من بگویم که زهرا خانم مرتضوی جواب خودشون رو کاملا دادن. ایشان اشاره کردن که در این طرف دنیا هم دروغ هست. بله، اتهامات دروغگویی به رئیس جمهور آمریکا زده شده، ایشان در مجلس استیضاح می شوند، ولی توجه داشته باشید که ما راجع به مملکتی صحبت میکنیم که وقتی کسی دروغ میگوید، حتی اگر رئیس جمهور مملکت باشد، تا سطح استیضاح از طرف مجلس پیش می رود و دروغگویی مسئله عادی نمی شود. من یادآوری میکنم که من اصرار داشتم به این مطلب که دروغگویی در جمهوری اسلامی عادی شده برای سران دولت، هیچ کس هم مسئولیت پذیر نیست. این درست همون جوابی است که خانم مرتضوی میخواستن. بله، اینجا هم دروغ میگن، ولی وقتی اینجا دروغ میگن استیضاحشون میکنن، اونجا وقتی دروغ میگن باز هم در موردش بیشتر دروغ میگن. و اما در مورد اینکه کدام یک از صداهایی که از ایران میاد صدای قابل اطمینان تریس در خواسته های مردم، خب ببینید، در تشییع جنازه استالین و تشییع جنازه آقای کاسترو هم صدها هزار نفر به خیابان ها آمدند و سوالی که مردم واقعا شکی درش ندارن این که آیا واقعا کارمندان دولت، سپاهیان، فامیل، اقوام، دوستانشون، آیا مشکله برای جمهوری اسلامی که صد هزار نفر و یا بیشتر رو به خیابان ها بیارن با تهدید یا تمهید و این کار رو انجام؟ این خیلی ساده است. بنابراین مشکله که بتوانیم که کسانی رو که در تشییع جنازه آقای سلیمانی شرکت کردند رو در مقابل صدای فریاد بسیار روشن مردم ایران ببینید. من فکر میکنم آبروی جمهوری اسلامی روغن ریخته است. چرا آقای مستدی دیگه نمیشه جمعش کرد این روغن ریخته رو؟ آبروی جمهوری اسلامی رفته. چطور ما میتوانیم صداهایی که میگوید ما کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم؟ ببینید این دیگه رودربایستی درش نیست، دیگه شک و گمانی باقی نمیذاره، به آمار هم احتیاج نداره. خانم مرتضوی، شما اگه پاسخی دارید بفرمایید. ببینیم، با آقای کیان موافقم. بالاخره اینجا یک دموکراسی، بزرگترین دموکراسی دنیاست و قدرت‌های متوازنی هستند، خوشبختانه، که یک رئیس جمهور دروغگو یا قانون شکن رو میتونه استیضاح کنه. البته این از دروغگویی و قانون شکنی آقای ترامپ و اطرافیانش چیزی کم نمیکنه. من مسئله‌ای که میخواستم بهش اشاره کنم اینه، وقتی در مورد نیت آقای ترامپ توییت‌هاش به فارسی و در واقع این تناقض سیاستش با گفتارش صحبت میکنم. در مورد مردم در ایران بگم، به نظر من همه اینها مردم ایران هستن، هم کسانی که بله شاید افرادی بودن حالا با فشار دولتی یا کارمند دولتی در تشییع جنازه شرکت کردن. بالاخره شما وقتی که موضع موافق حکومت داری در یک حکومت استبدادی، خب خیلی راحت تر فضا بر این که نظرتون رو بگین. تعداد افراد بیشتری میتونن با امنیت بیان و در این شرکت کنند. البته قاعدتا نه در کوچه های کرمان امنیتی نبوده، از اون طرف افرادی هم کشته شدن، باز برمیگرده به موضوع بیکفایتی. ولی افرادی که در مخالفت با اون بخوان بتونن بیان و صحبت کنن، مسلما ریسک بزرگتری رو قبول میکنن، جون خودشون رو حتی به خطر میندازن. ولی همه اینها مردم ایران هستن. من فکر میکنم نمیشه گفت اینها مردمن یا اونها مردمن، اینها نظرشون مهمتره یا اونها پول گرفتن. اینا به اینا میگن شما مال آمریکا هستی، مال اسرائیل هستی، بعد به اونها میگن شما تحت نظر دولت
تحت فشار حکومت و دولت ایران هستیم، ولی نهایتا باز من برمیگردم به اون مسئله تنش‌زدایی. جنگ و درگیری نظامی اگر بخواد اتفاق بیفته، ما دیدیم هواپیمای مسافربری قبل از شروع جنگ در یک شرایط عملیاتی به این شکل تلفات میتونه بده. یادمون نره در دوره جنگ با عراق هم همین اتفاق از طرف ناو آمریکایی افتاد، باز چه کسی قربانیاش بودن؟ مسافران ایرانی در یک هواپیمای مسافربری. نهایتا باید به این سمت بریم که تنش قربانیش مردم عادی خواهند بود. ممنونم از نگار مرتضوی از واشنگتن دی سی با ما و همینطور بیژن کیان از کالیفرنیا. خانواده های کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی همچنان پیگیر علت این حادثه هستند و میخوان صدای اونها شنیده بشه. عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری که در این حادثه جان خودش رو از دست داد، اینجا با ما هستند. خانم اجدری، من اول میخواستم ببینم که وقتی مقام های نظامی در ایران پذیرفتند که این اتفاق به دلیل اشتباه اونها صورت گرفته، حس شما چه بوده؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های عزیز. راستش این چیزی بود که حال ما رو خیلی بدتر کرد. ما خیلی راضی تر بودیم از این که این نقص فنی بوده باشه، ولی وقتی که شنیدیم که اشتباه از خودشون بوده و عامل این جنایت خودشون بودن، خیلی حال ما رو بدتر کرد. من یعنی واقعا تو بیان نمیتونم ابراز کنم که چقدر این دردناکه و چقدر ما تحت فشار هستیم و واقعا نمیتونم. اگر شما بخواید مقصری رو در ذهن خودتون پیدا بکنید و مثلا علیه اون اقامه شکایتی بکنید، این فرد کیه؟ ما دنبال یک شخص نیستیم یا یک اداره نیستیم، ما دنبال یک سیستم هستیم. اشکال از یک سیستمه که 40 ساله با دروغ ما رو فریب میدن و هرچی آدم بی‌لیاقت و بی‌کفایت روی پست در پست‌های قرار میدن که نتیجهش میشه این جنایت‌هایی که داریم میبینیم. تصاویر خواهر شما رو میبینیم. کمی در مورد خواهرتون بگید، چرا رفته بودند ایران؟ خواهر من 3 ماه بود که بورسیه دکترای دانشگاه گولف کانادا رو دریافت کرده بود، برای تعطیلات بین 2 ترم اومده بود خانواده رو ببینه و متاسفانه هیچ وقت به مقصد نرسید. چه رشته‌ای درس می‌خوندن؟ منابع طبیعی بودن. خواهر من توی ایران دکترای منابع طبیعی قبول شدن، ولی این حق رو از خواهر من گرفتم و دادم به یکی از اون آقازاده هایی که لیاقتش رو نداشت. خواهر من از حق خودش محروم کردن. خواهر من سالها تلاش کرد تا بتونه به این هدفش برسه. سالها در محیط زیست ایران زحمت کشید. یه زمانهایی بود که هفته ها جاهایی میرفت که حتی موبایل آنتن نمیداد و ما از حالش بیخبر بودیم. بعد از سالها تلاش، به جای اینکه ازش قدردانی بشه، با موشک مزدش رو دادن. هیچ نوع دلجویی صورت گرفته؟ اصلا میدونید که باید به کجا مراجعه بکنید؟ مشخصا از طرف دولت ایران که نیروهای مسلح در اونجا پذیرفتند عامل این حادثه بودند؟ هیچ کس هیچ تماسی با ما نگرفتن. از همون روز اول، از همون دقیقه اول ما خودمون پیگیر همه ماجرا بودیم. نه دلجویی شده از ما، نه تسلیتی گفته شده. رهبر و رئیس جمهور که قایم شدن، اصلا هیچ خبری ازشون نیست. به دل ما گذاشتن که حتی یه معذرت خواهی ساده بکنن از ملت. فقط خواهر من نیست، 176 تا قربانی ما داریم، ایرانی نیستن. اونا از اول هم میخواستن اینو کتمان کنن. اگه فشارهای بین المللی نبود، اینم مثل 1000 جنایت دیگه توی تاریخ گم میشد و هیچ کس ازش خبردار نمیشد. خانم اجدری، در هر صورت در اینجور موارد مسئله غرامت مطرحه، مسئله پیگیری مطرحه، شکایتی هست. موقعیت حقوقی خواهر شما خیلی مهمه در اینجا، اینکه ایشون متأهل بودن یا نبودن، بازماندگانشون چه کسانی بودن یا حتی تابعیتشون. ایشون ایرانی حساب می‌شدن؟ بله. و ازدواج نکرده بودن؟ خیر مجرد بودن. و در نهایت خانواده شما در ایران تا چه اندازه توان این رو دارن که پیگیر ماجرا باشند؟
من به نظر خودم توی ایران جایی برای پیگیری نیست. این همه جنایت صورت گرفته، کی تونسته پیگیری کنه؟ ولی من، خواهرم و برادرم که خارج از ایران هستیم، تا آخرین قطره خونمون، تا آخرین ریالی که توی جیبمون هست، حاضریم فدا کنیم که بتونیم حق پایمال شده خواهرم رو پس بگیریم. ما خواهان یک دادگاه بین المللی هستیم که برگزار بشه و عاملان این جنایت به جزای اعمالشون برسن. ممنونم از شما عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری که در این حادثه جان خودش رو از دست داد و به شما هم تسلیت میگیم. ممنونم. اما دکتر مشتبا شما حرفی داشتید که بزنید؟ هنوز تموم نشده بود. بله بفرمایید. من میخواستم یه یادی کنم از شعر شاعر خوبمون فریدون مشیری که فکر میکنم این شعر رو در وصف این روزهای ما سرودن. صحبت از پژمردن یک برگ نیست، فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست، فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست، فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست، در کویری سوت و کور، در میانی مردمی با این مصیبت ها صبور، صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است. ممنونم از ازتون. سپاسگزارم و باز هم عرض میکنم که بهتون تسلیت میگیم. عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری که در حادثه ساقط شدن هواپیمای خط هوایی اوکراین توسط پدافند ضد هوایی ایران جان خودش رو از دست داد. دکتر مشتبه بابایی، روانپزشک کودک و نوجوان از نیوکاسل با ما هستند. آی دکتر، من میخواستم از شما بپرسم که با توجه به اینکه شما با کودکان و نوجوانان کار میکنید، احتمالاً توضیح دادن این موضوعات به اونها سخت‌تر هست. چطور باید اونها رو متقاعد کرد که با حوادثی از این دست کنار بیان، یا چطور میشه اصلاً به اونها چنین چیزهایی رو گفت؟ بله، اجازه میخوام در ابتدا من خدمت خانواده خانم اجدری و تمام خانواده جانباختگان حوادث اخیر، سه ماهه اخیر، تسلیت بگم. البته شما فکر کنم اسم اشتباه گفتید، من دکتر مشتبه شیری هستم، جناب موسوی. علی ای حال، در ارتباط با سوالی که شما فرمایش کردین، ببینید ما وقتی که مسئله سوگو داریم، در واقع سوگ معناش اینه که ما یک فرد انسانی هستیم و یکی از عزیزانمون رو از دست میدیم. این عزیز ما برای کودکان و برای بزرگسالان در واقع به یک معنا یکسانه، ولی از یک جهت دیگه یکسان نیست. یعنی برای کودکان عزیزش میتونه یه دونه در واقع عروسکش باشه، میتونه یه دونه دوستش باشه، میتونه یه دونه در واقع خانوادهش باشه، میتونه خیلی چیزهای دیگه باشه، و ولی برای بزرگسالان بیشتر عزیز، در واقع اون عزیزشون میشه، اون فرد انسانی میشه، یا بعضی مواقع خب مسائل اجتماعی هست، مثل از دست دادن مثلا دوستی ها یا مثلا طلاق و این طور مسائل. علی‌ای حال، وقتی کسی که در این عزیز رو از دست میده، در فرایند، در واقع یک فرایند روان شناختی، در پروسه یک فرآیند روانشناختی میره که بر اساس تقسیم بندی های مختلفی هست، که تقسیم بندی که ما زیاد استفاده میکنیم تقسیم بندی پروفسور راس هستش که 5 مرحلهش میکنه. وقتی که کسی در واقع اون عزیزش رو از دست میده، ابتدا حالت در واقع به حالت شوک میرسه و انکار میکنه، یه مدت کوتاهی میگه اصلا من نبودم، من قبول نمیکنم، این طور چیزی به من نیست. بعد از یه مدتی که متوجه میشه، شروع میکنه، این میتونه روز بشه، چند روز باشه، بعضی وقتا هفته ها بشه، بعد شروع میکنه در واقع با پرخاشگری یا عصبانیت، و بعد از اون ما بهش میگیم مرحله چانه زنی، که در واقع شروع میکنه اگه من این کارو میکردم چی میشد، اگر من اون کارو میکردم، و بعد از اون انگار قبول میکنه به یک نوعی، میره توی پروسه افسردگی، که این افسردگی اون بیماری افسردگی نیست، این بخشی از
پروسه سویه و نهایتا هم در واقع پروسه پذیرشه که وقتی این پذیرش انجام میگیره در واقع اون شخص قبول میکنه که به هر صورت این اتفاق برای من افتاده و من باید زندگیمو ادامه بدم و ادامه میده. اون میتونه مثلا حدودا 6 ماه باشه تا 1 سال هم البته طول میکشه و این البته این مراحلی که گفتم در افراد مختلف متفاوته. در کودکان که سوال شما بودش، این مسئله یه مقداری فرق میکنه به خاطر اینکه کودکان نمیتونن احساساتشون رو بیان کنن، نمیتونن خیلی راحت در واقع افکارشون رو بگن، بیشتر رفتارشون رفتارهای در واقع پرخاشگرانه است، به صورت حالتهای در واقع به شکل میشه که بعضا مشکلات فیزیکی پیدا میکنن، مثلا دل درد میگیرن، بعضی وقت حالت استفراغ میگیرن و از اینطور اتفاقات میفته. ولی نهایتا این که این پروسه به همون شکل یعنی ادامه پیدا میکنه، یک مرحله میشه که حالت غمگینی به شخص دست میده. وقتی که اون حالت غمگینی بهش دست داد، به اون کودک دست داد، بعد از اون یواش یواش قبول میکنه اون رو که به هر صورت این اتفاقی بوده که برای من افتاده، مادرم رو از دست دادم، پدرم رو از دست دادم، یا یکی از عزیزانم رو از دست دادم، و شروع میکنه دیگه در واقع برمیگرده به زندگی معمولی خودش. آقای دکتر شیری، اول خیلی ممنون که تصحیح کردید، پوزش میخوام که اسم شما رو اشتباه گفتم. منتها چطور اطرافیان میتونن به فردی که دچار این مشکل شده کمک بکنند؟ در مورد آنچه که در درون خود فرد اتفاق میفته فرمودید، ولی دیگران چطور میتونند اینجا کمک کننده باشند؟ بله بله، ما خب به هر صورت اگر اجازه بدیم من تو سه قسمت بگم. یه سری کاری که افراد در واقع خانواده مخصوصا برای کودکان، خانواده و دوستان انجام میدن، یک قسمت که خب به هر صورت الان متخصصین و در واقع افراد جامعه انجام میده، یک قسمت هم که خب مربوط به دولت و در واقع سیستم های بزرگ جامعه است. در ارتباط با خانواده و افراد که در مورد کودکان خیلی خیلی نقشش بالاست، مهمترین چیز اینه که باید به کودکمون فرصت بدیم تا خودش رو ابراز بکنه، کمتر حرف بزنیم، اجازه بدیم بچه حرف بزنه، و وقتی حرف میزنه بعضی وقتا خب اون نمیتونه احساساتش رو بگه، اجازه بدیم اون احساساتش رو به شکل های مختلف بگه. بعد از اینکه اون احساساتش رو گفت، اگر حالت در واقع غمگینی بهش دست داد، خواست گریه بکنه، بذارین گریه بکنه، در واقع فرصت بهش بدین، حمایتش بکنین و در کنارش باشین. این مهمترین کاری که میشه کرد. حالا تو این اسنا مثلا اجازه بدین اگر خوابش مشکل داره کمکش بکنین، خواب بخواب خوب، اگر غذا خوب نمیخوره خب کمک کنین خوب غذا بخوره، در واقع اینطور حمایت‌های اولیه رو انجام بدین. ولی اگر دیدین که خب به هر صورت میشه کارهای دیگه ای کردش، فرزند اگر می‌بینین میتونین ما فرزندمون رو برداریم ببریم جای دیگه، یه مقداری حال و هواشو عوض بکنیم، یه مقداری کمکش بکنیم، از اون لحاظ هم خب خیلی کمک کننده است. یک نکته‌ای که بسیار مهمه توی زمینه روانپزشکی روانشناسی کودک اینه که بعضن خانواده‌ها فکر میکنن که اگر به کودکشون نگن به نفعشه، و این خیلی اهمیت داره که ما باید بدونیم که ما باید به کودکمون بگیم. منتهای مراتب گفتن به کودک مقداری تفاوت داره، به خاطر اینکه بچه‌ای که تا 3-4 ساله در واقع فهمش از مرگ به این شکلی که این شخص که میمیره دوباره انگار برمیگرده، انگار مثل یک در واقع حالت افسانه‌ای میگیره، بعد از اونی که شروع میکنه میفهمه که در واقع این مرگ واقعیه، ولی حتی تو اون موقع فکر میکنه که انگار یه نفری میاد این شخصو برمی‌داره میبره دوباره ولی برنمیگردونه، و بعدن در هولوش 10 سالگی 11 سالگی یکی دیگه در واقع اون معنای مرگی که ما فکر میکنیم و داره. در نتیجه وقتی که ما میخوایم با کودکمون صحبت بکنیم در ارتباط با مرگ بگیم، باید اول یه مقداری باهاش صحبت بکنیم ببینیم خودش چجور فکر میکنه، خودش چجور احساس میکنه، و در قالب اون در واقع فهم کودک باهاش صحبت بکنیم. بعدم احتیاج نیستش که ما در واقع یک خبر رو ناگهانی بدیم، میتونیم آروم آروم بگیم، ولی باید به زبون خودش بگیم. و به نظر و واقعش اینه که کودکان حق دارن که اطلاع پیدا بکنن اگر اتفاق بزرگی از لحاظ از دست دادن نزدیکانشون دارن. بسیار ممنونم از دکتر مشتبه شیری، روانپزشک که کودکان و نوجوانان از نیوکاسل با ما. در همین رابطه با بازمانده های تعدادی دیگر از قربانیان صحبت کردیم و از واکنش اونها به تایید خبر سرنگونی هواپیما با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران پرسیدیم. حق همه ما هست، بالاخره ما عزیزانمون رو از دست دادیم، همه ما حق داریم که بدونیم که چی شده و چه اتفاق افتاده. متاسفانه مسئولین ما، نهادهای ما، سازمان هواپیمایی کشور ما در روزهای اول بسیار به صورت مصرانه گفتن که این مشکل تکنیکال بوده و مشکل فنی هواپیما بوده، ولی بعد از 3-4 روز گفتن که نه این نبوده. نه تنها من، اکثر آدمهایی که من دارم میبینم همه از این دوگانه صحبت کردن های مسئولین بسیار ناامید هستند.
صحبت‌هایی که میشه طوری هستش که احساس میکنم که توهین به شعورم داره میشه. موقعی که لفظ شهید برای بچه‌های من به کار میره، پارسای من که فارسی بلد نبود صحبت کنه و نه تو جنگی شرکت کرده، ایشون فقط سوار هواپیما شده برگرده به خونش، نه قرار بوده تو جبهه‌ای باشه، نه سردار جنگی بوده، نه دشمنی در مقابلش بوده، و طبق یک حادثه‌ای، یعنی طبق یک موشکی که حالا هر نقدی بعد لفظ شهید براش گذاشته میشه، برای من این قابل قبول به هضم نیستش و قطعا احساسم فقط این است که توهین به شعور من هستش. خیلی بهتر از اینها مسئولی میتونستم برخورد کنم، میتونستم دلجویی کنم، میتونستم با ما تماس بگیرم، میتونستم حداقل بگم که جبران میکنیم یا هر چیز دیگه ای. نه، ما این هیچ گونه خدمات اینچنینی یا ساپورت های اینچنینی تو اینجا من نداشتم. من از دیروز دردم ده برابر شده، صد برابر شده، هزار برابر شده. دارم میگم بیدار شو بابا، بلند شو بابا، من اینجا منتظرتم بابا. کفش تو بفروش، لباس تو بفروش، بدن پاره پاره شده تو جمع کن بابا. بیا، این فقط یه اشتباه بوده کردن اینا، این فقط یه اشتباه بوده. اینجا مقامات کانادا همه اومدن اینجا، از نخست وزیرش اومده تا وزیرش تا نماینده، همه اینجا اومدن با من همدردی کرده، اومده نخست وزیر اینجا اومده با من گریه کرده، اومده به من کمک کرده، اومده اینجا به من میگه ما کمک میکنیم تو رو. گفتم من بادی بچه‌مو میخوام، من فقط بادی بچه‌مو میخوام بیارم اینجا. همه اومدن، همه اومدن همدردی کرده. ایران هیچ کاری نکرده. 175 آدم بیگناه رو پرپر کرد. شماری از بازماندگان قربانیان حادثه ساقط شدن هواپیمای خط هوایی اوکراین از احساسات خودشون به ما گفته بودند. اما حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران امروز در مجلس گفت اگر سپاه اعلام نمی‌کرد هیچ کس نمی‌فهمید که هواپیمای خط هوایی اوکراین با موشک ساقط شده. از روز چهارشنبه که پرواز تهران اوکراین سرنگون شده، مقام های ایران احتمال سقوط هواپیما با شلیک پدافند را رد کردند. و اما مایک میهایلوویچ، کارشناس امور نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا از تورنتو با ما هستند. آقای میهایلوویچ، در درجه اول میخواستم از شما بپرسم که چقدر این توجیه درستی است که یک هواپیمای بوئینگ 737 با یک موشک کروز اشتباه گرفته شده؟ چنین چیزی معموله؟ بله، ممکن هست، متاسفانه ممکن هست. اتفاقی که میفته اینه که حتی پرسنل خیلی خوب، پرسنلی که خوب تعلیم دیده باشن، میتونن که تشخیص بدن، تمیز بدن هواپیمای نظامی رو از یک موشک هواپیمای غیر نظامی، چون اون نقطه، اون به اصطلاح بلیپ که روی صفحه رادارش میبینن خیلی بزرگتر هست، در حالی که یک موشک کروز خب خیلی کوچکتر دیده میشه در یک صفحه نمایش رادار. بنابراین پرسنلی که تعلیم دیده باشند و تعلیمات خوبی دیده باشند، طبیعتاً اون تهدیدهای غیر واقعی، یعنی اون نقاط بزرگتر که هواپیماهای مسافری هستند رو نادیده میگیرند و متمرکز میشن روی اهداف موجه و نظامی. اگر در مورد سیستم ضد هوایی معمول صحبت بکنیم، به چه شکل کار میکنه؟ بسیاری از کشورها چنین سیستم‌هایی رو دارند، ولی چطور هست که ما در سایر جاهای دنیا شاید چنین خطاهایی رو ندیدیم، حتی در شرایطی بسیار اضطراری، ولی در ایران دیده شد؟ ما داریم راجع به تور ام یک یا این موشکی صحبت میکنیم، موشک های S-300 مثلا صحبت میکنیم که موشک های بسیار پیشرفته هستند که انگیج میکنند، زوم میکنند، لاک میکنند روی اهداف خودشون و هدف اصلیشون اینه که
که دفاع کنن در برابر موشک های نسبتاً با برد بلند. بنابراین این سیستم نسبتاً جدید من میتونم بگم که در رده این سیستم بهترینشون هستن، بهترین در رده خودشون هستن، خیلی خوب تصمیم طراحی شدن، خیلی هم پیشرفته هستن و نیاز به مراقبت و تعلیم زیادی هم دارن. بر این مبنا طراحی شدن که بتونن که اصلا خطاهای انسانی رو کمتر کنن. اطلاعات زیادی داخل اونها میشه، خاصیت‌های مختلفی دارن و بخوایم خلاصه بگیم سیستم خیلی خوب و خیلی پیشرفته و پیچیده‌ای هستن، اما نیاز به آموزش خیلی زیادی دارن. بنابراین کسانی که روی این سیستم ها عمل میکنن باید سالها تعلیم ببینن تا بتونن که خیلی خوب عمل کنن و باشون کار کنن. وقتی در مورد این قضیه میخونیم گفته میشه که هواپیماهای مسافربری کدی رو از برج کنترل دریافت میکنن و این کد چک میشه و این کد در رادارها قرار میگیره، رادارهای دفاعی، و بعد از اون از حالت تهدید خارج میشه. چطور بوده که در مورد این هواپیما چنین اتفاقی نیفتاده بوده؟ گفتنش سخته، چون کارکرد برج کنترل فرودگاه تهران و کارکرد اون نهاد موشکی که یک واحد تاکتیکی خاصی بوده و فرماندهی بالای اون رو فرماندهی می‌کرده، باید بدونیم که هر هواپیمای مسافربری یک اطلاعات میگیره در ارتباط با پارامترهای مختلف پروازش، تیک آف، مسیر پروازش و واحدهای پدافند هوایی که نزدیک فرودگاه هستن. اونها باید این اطلاعات رو دریافت کنن، باید بهشون این اطلاعات داده بشه. سیستم های پدافند دفاعی باید این اطلاعات رو داشته باشن و این اطلاعات رو باید بعد به اون واحد تاکتیکی خاص مثل اون یگان موشکی، یگان پدافندی ارائه کنن، منتقل کنن. همچنین باید بگم که هر سیستمی میتونه یک سیگنالی رو از خودش ساطع کنه که بهش میگیم دوست یا دشمن، یک که برای تعیین هویتش. بنابراین وقتی که هواپیما در آسمان هست یک بخشی از تجهیزات اون هواپیما اون سیگنال رو دریافت میکنه و دوباره اون سیگنال رو پس میفرسته، تا اون وقت اون واحد موشکی میتونه از طریق اون سیگنالی که دریافت کرده تشخیص بده که این سیگنال دوسته یا سیگنال دشمنه، هدف دوسته یا هدف دشمنه. عملیات عادی واحدهای نظامی که در نزدیک یک فرودگاه با ترافیک سنگین غیر نظامی هستند مثل فرودگاه تهران، اینها باید این اطلاعات لازم رو داشته باشن درباره هر پروازی که داره از اون فرودگاه یا به اون فرودگاه پرواز غیر نظامی که داره انجام میشه. فرمانده سپاه گفته که اگر ما خودمون اعلام نمی کردیم کسی متوجه نمی شد. این چقدر درسته؟ نه، این درست نیست، چون که من اولش خیلی شکاک بودم به قضیه ولی نمیخواستم اظهار نظر کنم قبل از اذعان اونها. یک ویدیو کلیپ هایی دیدم که تقریبا 95% مشخص بود که چه اتفاقی افتاده. طبیعتا منتظر شدیم که بعد اطلاعات دیگر بیاد بیرون. من یک سری محاسبات مختصری رو انجام دادم، محاسبات هندسه و مثلثات، با اون پارامترها کار کردم و دیدم که همچنین با توجه به بقایای ترکش های به دست اومده، اینها یک سوراخ های کوچک رو نشون میدادن. همچنین نوع لطمه که به بال هواپیما وارد شده بود، بنابراین 99.9% من مطمئن شده بودم که این یک موشک بوده که هواپیما رو ساقط کرده. خیلی محتمله، تقریباً 100% محتمله که در نهایت میشد که به مقصر واقعی پی برده بشه، حتی بدون اینکه اینها بیان و در انظار عمومی، افکار عمومی اعتراف کنن. ممنونم از مایک میهایلوویچ، کارشناس امور نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا از تورنتو با ما.
ایران امروز سفیر بریتانیا رو به دلیل آنچه شرکت در تجمعی غیرقانونی خواند احضار کرد. دیشب راب مکر سفیر بریتانیا در تهران برای ساعتی دستگیر شد، موضوعی که اعتراض وزارت خارجه بریتانیا و مقایم‌های اتحادیه اروپا رو در پی داشته. آقای مکر در توییتی توضیح داده که برای ادای احترام به تجمع یاد بود رفته بود و بعد آغاز شدن شعارها محل رو ترک کرده، ولی نیم ساعت بعد از اون دستگیر شده. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که سفیر بریتانیا به عنوان خارجی در تجمع غیر قانونی دستگیر شده و بعد هم آزاد شده. کسرا ناجی گزارش میدهد. تو تجمع آشوبگرا شرکت میکنی های سفیر ها؟ تظاهرات گروهی که میگویند طلاب و دانشجو هستند. سفیر انگلستان اخراج باید کرد. در مقابل سفارت بریتانیا در مرکز تهران بعد از ظهر امروز. تظاهرات آنها بعد از انتشار خبر بازداشت چند ساعتی سفیر بریتانیا در تهران دیشب. آنها میگویند دستگیری او در نزدیکی نارامی‌های دانشگاه امیرکبیر در تهران نشان میدهد که او نارامی‌ها را سازماندهی کرده بود. اما او در توییتی نوشته: تأکید میکنم که من در هیچ تظاهراتی شرکت نکردم. من به مراسم یادبود افرادی که در سانحه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی بودند رفتم. طبیعی است که نسبت به کشته شدگان ادای احترام کنم. تعدادی از آنها بریتانیایی بودند. پس از 5 دقیقه هنگامی که عده‌ای شروع به شعار دادن کردند، محل را ترک کردم. او در توییت دومی نوشت: من نیم ساعت بعد از ترک محل دستگیر شدم. دستگیر کردن دیپلمات‌ها در هر کشوری غیرقانونی است. اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا دومینیک راب را ملاحظه کنید. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، راب مکر سفیر بریتانیا در تهران در نزدیکی اینجا دستگیر شد. دانشگاه امیرکبیر، جایی که مراسم یادبود کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی خیلی زود به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد. دیشب کمی بعد از دستگیری سفیر وزارت خارجه بریتانیا این بیانیه را از قول وزیر خارجه دومینیک راب منتشر کرد که دستگیری را نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف کرد. دستگیری بدون دلیل سفیر ما در تهران نقض آشکار حقوق بین الملل است. دولت ایران بر سر دوراهی است، یا می تواند به طرف تبدیل جایگاهش به یک یاغی حرکت کند با همه پیامدهای سیاسی و اقتصادیش، و یا در جهت کاهش تنش و گفتگوهای دیپلماتیک قدم بردارد. صبح امروز جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اروپا، هم در پیامی توییتری از ایران خواست تنش را افزایش ندهد. از بازداشت کوتاه مدت سفیر بریتانیا در تهران به شدت نگران شدیم. احترام کامل به کنوانسیون وین یک امر ضروری است. اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد که تنش را کاهش دهد و راه را برای دیپلماسی باز بگذارد. این واکنش معاون وزیر خارجه ایران به توییت مسئول سیاست خارجی اروپا چند ساعت پیش. او بازداشت نشد، ولی به عنوان یک خارجی ناشناس در یک گردهمایی غیرقانونی دستگیر شد. وقتی پلیس خبر دستگیری مردی را به من داد که ادعا می‌کرد سفیر بریتانیاست، من گفتم غیر ممکن است. تنها بعد از صحبت تلفنی با او توانستم او را شناسایی کنم که برایم حیرت آور بود. 15 دقیقه بعد او آزاد شد. به نظر میرسد توییت معاون وزیر خارجه ایران موضوع را تمام شده تلقی میکند. قدمی مهم در کاهش تنش در روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا، شاید اگر تون روها بگذارد. کسرانجی، بی بی سی. و اما یک کمی از خبرهای اعتراض ها فاصله بگیریم. بارش باران در چند استان جنوبی ایران از جمله هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان خسارت های بر جای گذاشته. شدت کم سابقه بارش در سیستان و بلوچستان موجب خرابی بندهای خاکی شده و شماری از شهرها و روستاها رو در محاصره سیل قرار داده. اونطور که شبنم شعبانی گزارش میده، بسیاری از شهروندان این استان مرزی نگرانند که در هیاهوی خبری این روزها وضعیت بحرانیشان فراموش شود. گرفتار شدن خودرو در طغیان رودخانه در جنوب سیستان و بلوچستان. باران بی امان و بی سابقه چند روز گذشته موجب جاری شدن سیلاب در شهرها و روستاهای این استان شده. گزارش شده شهرهای خاش، دلگان و روستاهای حاشیه تفتان در محاصره سیل بودند. این هم تصاویری از خیابانهای زاهدان، مرکز استان. منابع رسمی میگویند دست کم یک نفر تا کنون جان باخته، اما منابع محلی معتقدند شمار قربانیان بالاتر است.
استانی که نامش در سالهای اخیر با خشکسالی گره خورده، حالا با سیلی بی سابقه دست به گریبان است. زیرساخت‌های نامتناسب با این وضعیت و محرومیت قابل توجه، بسیاری از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان را برابر این بلای طبیعی آسیب پذیر کرده. مدارس تعطیل شدند، برق بسیاری نقاط قطع است و بسیاری آواره شدند. گزارش شده در بسیاری نقاط از جمله نیکشهر، باهوکلات و سرباز بندهای خاکی شکستند و مردم برای در امان ماندن از سیل بالای درختان پناه گرفتند. سیلاب حتی به خطوط ریلی استان در نزدیکی میرجاوه هم آسیب زده. ای کجا؟ ایران جان کجا؟ با یکمی مرده اما مرا با این صدای شیون شهروندان سیل زده است. میگویند سیل ما را برد به دادمان برسید و میپرسند نمایندهشان در مجلس کجاست و آیا فقط برای رأی جمع کردن پیش آنها میرود. بی بی سی تلاش کرد تا با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی گفتگو کند، اما هیچ کدام راضی به پاسخگویی نشدند. زیر سایه وقایع کم سابقه اخیر در کشور و تمرکز هرچه بیشتر بر پایتخت و روابط خارجی کشور، مردم سیستان و بلوچستان میگویند بیش از پیش از یاد رفتند. هرچند مقامات میگویند 450 تیم امدادی مشغول کمک رسانی و باز کردن راه‌های مسدود شده هستند. آسیبی که سیل تا کنون به استان زده اما به نظر تا حدی گسترده است که هنوز برای آسیب دیده ها باید تا روزها غذا و پوشاک و سرپناه تدارک دید. آسیب به باغ ها و مزارع که از منابع درآمد در بسیاری نقاط هستند هم بسیاری را نگران آیندهشان کرده. سلام آقای مدیر، سلام آقای سازمان، چه خبره؟ تا اینجا تو آبی، هلیکوپتر نفرستی برای برستم اینجا، هزار تا هلیکوپتر میرستی اونجا آب میشه، مگر ما جز ایران نیستیم؟ میگویند ما هم جزء ایرانیم، فراموش ما نکنید. شبنم شعبانی، بی بی سی. همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، گزارش‌ها از تجمع‌های اعتراضی گسترده در تهران و چند شهر دیگه ایران حکایت داره. تصاویری به دست بی بی سی رسیده یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که ماموران در بعضی موارد با خشونت با معترضان خشمگین برخورد کردند. گزارش‌هایی از برگزاری تجمع در نقاط مختلف تهران، یزد، تبریز، کرمان، شیراز، رشت، بابل، قزوین، آمل، ساری، کرمانشاه، مشهد، اصفهان و سمنان به دست ما رسیده. اعتراض‌ها از دیشب شروع شد، بعد از آنکه مقام‌های سپاه پاسداران پذیرفتند که مسئول سرنگون کردن هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین بودند. معترضان از پنهانکاری چند روزه مقام‌ها خشمگین شدند و علیه رهبر ایران و سپاه پاسداران شعار دادند. این اعتراض‌ها امروز و امشب هم ادامه یافته. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه که کمی بیشتر از روزهای معمول طول کشید. شب و روز بر شما خوش.